دوستان به همراهان همیشگی درود بر شما. امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. از آنتالیا در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات جام وهبی هم به ممنزا مختار در وزن 77 کیلوگرم در مقابل گشلی از ترکیه قرار گرفته. دیدار نیمه نهایی بندین دیدار به فینال راه پیدا خواهد کرد. عزیزان این کشتی رو ما ضبط کرده بودیم، دوباره روش گزارش می‌ذاریم. بریم ببینیم کشتی رو. سر شاخ رسن یک کار میکنم. محمد مختاری با دوانده آبی و کشتیگیر ترک با دوانده قرمز. در میانه تو شهر ترزگاه کشتیگیر ترک ترزگاه مختاری کار میکنن دست هم دیگه. ببینیم تیم داوری نظرش چیه و یکی میخوان اخطار بدن. یه لحظه با پیدا تو شهر کردی خب رها کرد خودش رو کشتیگیر ترک. چهار شاخ در میانه تو شهر مثلا یه کار میکنه کشتیگیر تو قلدرتر نشون میده ولی کشتیگیر ما فنیه یه برای جای فن. ببینید نظر تیم داوری چیه که بعد بکنیم کشتیگیر اختار میخوام بدم. یه ضربه میزنه حالا به کشتیگیر ما داور کشتیگیر نگه هم میداره تذکر میده به کشتیگیر ترک. مثلا تو سرشاخ رسن یک کار میکنن درخواست کمکاری میشه برای کشتیگیر ما. ببینید درخواست چه میکنه. تقریبا برابر داشته کار میکردن، یه مورد کشتیگیر ما بهتر بود. قرص رو محکم بینشته در مقابله کشتیگیر برابرین عجلانی داره کشتیگیر تو. بیخه کت جمع جور میکنه برای بارنده ها بیدیم میتونه به تابونه نه تو به جلو حرکت بکنه کشتی بیره ما جا به جا میشه. یک بدی رو زیاد نباید رو به جلو بری که بهش اختار ده. حالا لیفت میکنه ببینیم میتونه سالتوش کنه یا نه. بله سالتو رو میزنه چاکتایی میگیر از محمد رضا مختاری. چه کشتی 5-0 میشه. حالا مختاری باید انرژیش رو ذخیره کنه تا در سه دقیقه دوم بتونه خاک بگیره از این کشتیگیر. شاخ همچنان رسن یک کار میکنن یه رسن که یه رسن بکشه دور بزنه کشتیگیر ترک رو. بندرزی کافی تجربه داره توی کشتیگیر. یه رسن میشه مگه کمرگیری ولی کامل نبود. نه چه صد دسته کشتیگیر ترک او کنه همچنان رو به جلو دستش خوب داره کار میکنه. اگه همینطور ادامه بده میتونه از اشتباه حریف استفاده کنه. یک پایین رو نشست برای کمرگیری ولی این بار هم نتونست. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. چیز ها پایینه سه دقیقه اول کشتی زمان داریم. محمد 22 نفر این وقت شرکت کردن که درامای کسان رو دور اول روسیه رو شکست داد، دور دوم کشتیگیر ترک رو شکست داد. در این چهارم نهایی اسپانچه 4-3 دیگر دلاور کشورم کاویای نجات رو شکست میده و حالا در نیمه نهایی در مقابل کشتیگیر ترک 5-0 عقب افتاده. سه دقیقه دوم ولی امتیاز خاک رو داره. مطمئنا میتونه از این کشتیگیر امتیاز بگیره. خب 30 ثانیه وقت استراحت. ببینید چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای سه دقیقه دوم. عزیزانی که به تازگی به جمع پیوسته این رتن کار رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی های بعدی از دارمون باشید. زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید که وقتی کشتی جدیدی بارگذاری میکنیم یوتیوب به شما پیام بده و مطلع بشید. پیج اینستاگرام ما یووی پارسی، اونجا هم میتونید آخرین اخبار از دارمون رو پیگیری کنید. لینک ویدیوها رو حتما براتون استوری میکنیم که خیلی راحت با کلیک برای لینک وارد یوتیوب بشید. حتما همیشه استوری های پیجمون رو کنترل کنیم. خب منتظر تا سلیقه دوم آغاز بشه. اما از مختاری که طلای بزرگسالان آسیا تو کارنامه خودش داره در سال 2022، برای ارتش های جهان در سال 2021، طلای نوجوانان آسیا در چین، طلای جام وهبی عمده، یک پای دوست از شاه رو به جلو حالا کار میکنه. دستش خوب کار میکنه. اگه همینطور ادامه ده
تا چند سال دیگه به خوشی تو افتاد خواهند داد و نقاد میتونه با اندازه زیبای خوش رو به اجرا بذاره. خوشی تو هم نمیخواد پاپس بکشه، یه جورایی داره شدید میشه زده خورده دست رکت میگه باید اختار رو بدم به کشتی گیر تو هنوز کافی زمان دادن. همچنان کشتی گیر ما رو به جلو و باید نشون بوده که میخواد اختار بده. بله درخواست کمکاری میکنه و مورد تایید قرار میگیره. حالا کشتی گیر تو به دفعه که محمد رضا مختاری داره برای شیرازی ما بنشینه. به دوری میزنه، نفس میگیره، تمرکز میکنه، ببینیم چه میکنه. باید تو وضعیت مناسب قرار بگیره و مختاری هم باید منتظر سوت داور بشه. ابیخه کت جمع جور میکنه برای بارانداز، میتابونه یا نه فشار زیاد میاره. یه لحظه کشید بالا، حالا سعی میکنه لیفت کنه، کشید در جا بارانداز بزنه گلده رو کشید بکنه. یه لحظه کن رفعه بارانداز چپ راست، بالاخره باراندازش رو زد. کشید تو یه لحظه رو به جلو حرکت کرد، چپ راست یه بار دیگه ببین بارانداز رو میزنه یا نه. حالا سعی میکنه لیفت کنه، فشار زیادی میاره و داور سرپا میده. چه کشید 5 بعد 3 میشه، احساس ناراحتی میکنه ولی فکر میکنم که داره نفس میگیره. کشتی گیره تو خسته شد، داره نفس میگیره، کاش سریع به کشتی برگرده تا مختاری الان انرژی داره، داره از این تایم استفاده میکنه. کشتی گیره تو و نفسش رو چاق میکنه برای ادامه کشتی. مختاری داره برای کشورمون، امیدواریم که به فینال راه پیدا کنه. خب کشتی یه طور به کشتی بر میگرده. 1:45 ثانیه زمان کافی هستش. تو این شرایط به نظر شخصی من البته میتونم بچه ها 45 ثانیه کشتی رو نگه دارن، آروم کنن، تمرکز کنن، نفس بگیرن، بعدش میتونه حتی 1 دقیقه حمله کنه. یه دوتایی میخواییم ما امتیازی زیادی، یه لحظه یه برخورد بیش میاد. داور به کشتی گیر ما تذکر میده، تذکر سفت و سخت. خب برگردیم به کشتی، صد شاخ نصر اینه کار میکنن. یه لحظه هفت پای کمر گیری ولی از اون باید گیره گرفته دست مختاری رو. کاری نکرد مختاری که میخوان اختار بدن، مختاری کاری نکرد که درخواست چلنج میکنن مربی ما. را یک اختار امتیاز دادن، 6-3 شد. یک اختار روی تابلو ثبت میشه برای کشتی گیر ما. خب برگردیم به کشتی، کاری نکرد مختاری که سرشاخی بین دست هم دیگه کار میکنن. را مربی ما درخواست چلنج میکنه، ببینیم روی تابلو 6-3 میگه که تابلو رو درست کنم. بله تابلو رو درست کنم، یک امتیاز داده بودم و یک اختار. حالا بر میگرده و چه کشتی 5-3 میشه، حالا درست میشه. خب ببینیم چه میکنه در ادامه کار. 1 دقیقه زمان داره، میتونی کشتی گیر رو شکست بده، نباید احساسی عمل کنه و به حاشیه بره. یک بایدی سرکنی دست رو بکشه، کشتی گیر تو پرس رو محکم رو گنده بسنده. تو به جلو آروم آروم سعی میکنه حتی شک بیرونش کنه کشتی گیر توک رو. ما یه دوتایی میخوایم، یه لحظه حالا سرعت کشتی زیاد میشه. یک بایدی کشتی گیره میخوان یک پای دیگه دو تا بدن به کشتی گیر ترک.
یه پیگی میخوان بدم به کشتیگیر تو، کاری نکرد کشتیگیر ما که. 7-3 دادن، بله دوتا رو دادن دیگه، چلنج ما رو قبول نمی کنن. چلنج ما رو قبول نمی کنن. به چه کشتی 7-3 میشه؟ واقعا بر خود خاصی پیش نیومد، ضربه امنی نزد ممرز مختاری. ببین چلنج ما رو قبول نمی کنن. ببینم رستوشت منتظر چیه؟ درخواست چلنج رو باید کنترل کنه. اگر باخت یک امتیاز رو بدن و هر ترتیبی هست با اینسترهای مختاری قبول میکنم چلنج رو. من چند لحظه قطع میکنم، بعد چلنج برمیگردیم تو سلطه سر نره. خب چلنج رو به ما ندادن، یک امتیاز هم ندادن به کشتیگیر تو. اگر چلنج رو قبول نکردن باختیم، باید 8-3 میشه. یه پایی چشاق رو به جلو حتی فشار گذاشته کشتیگیر تو، تو یه ضربه میزن حال کشتیگیر تو 20 ثانیه زمان داره، یه ضربه زد ولی خب کشتی داره خشن میشه. یه پایی رو به جلو رسن به کار میکنن، ساعت کشتی بالا میره، تحت فشار گذاشته کشتیگیر تو، تو یه برخورد یه پیش میاد. نمیدونم چرا اختار نمیده، تذکر نمیده به کشتیگیر تو، باید اختیار امتیاز میداد. یک پای دیگه ای، حالا یه مشتی میزنه کشیده تو، یه مشتی دیگه مختاری میزنه، درگیری شدید میشه، یه مشتی دیگه میزنه مختاری، میان بچه ها دارن جدا میکنن. داور کشورمون هم اومد کمک کرد، دمش گرم. انتظامات حالا وارد میشه. این نمیدونم این پیرن آبیه کیه، از مسئولین برگزار کننده. این یکی خود چلواریه رو حواستون باشه. این فکر میکنم رئیس اسعد بود، بقیل حسن رو بود. داره میره سمت مختاری، مختاری آماده است که بزنی برگرده. ببینید اینجا مختاری رو پرک کرد بیرون، اینجا مختاری رو پرک کرد بیرون سالو. اصلا اجازه نداره همچی کاری رو بکنن، اجازه نداره حراست همچی غلطی بلانسپت بکنه. ولی دمش کم مختاری، حالا که اینجور شد دمش کم مختاری، نباید همچی کاری میکرد. ولی واقعا تحت تحصیل میشه، واقعا اعصاب مختاری رو به هم ریختن. همیشه ترکیه باید حاشیه ساز بشه. ببینید این مسئول رها نمیکنه، نمیخواد دست از این. ببینید این چه این کسکش خودشون به زور اومدن مسئولین خواهر بشون، به زور که امنیت رو برقرار کنن، به آرامش دعوت کنن. اومد با خیلی وقت روش هم بیرون رایی بسید. خب دوستان متاسفانه اون مختاری کشتی رو باوزار کرد، هر دو کشتی رو حذف کردن. البته به جاش خاویر نجات در فینال همزید که اطلاع داریم، ببینیم چه تصمیم قرار بگیرن. مطمئنن بازبینی میشه این فیلم توسط اتحادیه جهانی کشتی، مسئول کشتی کشور رو اولدنی، ببینیم چه تصمیم در نظر میگیرن برای واقعا اصلا نشده. خب دوستان تا دور دیگر.